بوده، تیم با مشکلات زیادی مواجه است. امیدواریم واقعا از ته دل آرزو میکنیم که مشکلات تیم فجر سپاسی حل بشه. حیف تیم فجر که به این روز و روزگار بیفته. تیمی محبوب در سراسر کشور هست فجر سپاسی. اینو میتونید از بازیکنایی که قبلا در فجر بازی کردن بپرسید که این تیم یه فضای معنوی خاصی برش حاکم هست، مزین به نام شهید گرانقدر حاج مجید سپاسی است. میطلبه، واقعا میطلبه، نه در زبان بلکه در عمل حمایت بیشتری بشه. منتظر هستیم تا آقای مهدوی در سوت خودش بدمه. خونه به خونه درست برهاد داره با یه تیم انتهای جدولی بازی میکنه، اما قطعا بازیش آسون نخواهد بود، خودشون هم میدونن این مسئله رو. و نکته جالب توجه هم که دوستانمون در کنار زمینی که از تصویر برداران ما رو راه نمیدن، حالا اگر صدای بنده رو دریافت میکنن این آقایون محترم اجازه بدن تا همکار تصویر بردار ما بیاد و بتونه بیاد انجام وظیفه کنه تا ما بتونیم با شرایط بهتری مسابقه رو به صورت مستقیم تقدیم حضورتون کنیم. این اولین بازی است که در استادیوم شهید آیت الله دستقیب انجام میشه، ورزشگاهی که سرشار از خاطرات شیرین هست برای فجری ها، پیروزی های پرگلی که از تاریخ باشگاه فجر سپاسی در این ورزشگاه رقم خورد. بازی 6-0 در برابر آلومینیوم هرمزگان و 6-1 در برابر داماش در فصل 91-92 رقابت های لیگ برتر در همین ورزشگاه با هدایت محمود یاوری بود. اوج دوران تیم فجر بود اون فصل، واقعا خوب بازی میکردن. در اون فصل بازیکنهای خیلی خوبی هم داشتن، جابر انصاری و فرشید اسماعیلی، مهدی نظری، جلال علی محمدی از جمله بازیکن خوب تیم فجر بودن. خب به هر حال فجر معمولا عادت داره که بازیکنهای خوبی رو که تربیت میکنه خیلی سریع تیمای دیگه میان میبرنشون. بازی هم با لحظاتی تاخیر شروع میشه. فشنکی از خونه به خونه، ماشاءالله همشون هم سرشناس هستن، دیگه نیازی هم به لیست نداریم اصلا. میخوایم لیست رو نگاه کنیم. توپ میاد به زمین تیم فجر، اونجا رها میکنه رضا مرادی، مدافع با اخلاق و مستحکم تیم فجر. بسیار متاسف هست رضا، با تیم فولاد نوین سابقه صعود داره به رقابت‌های لیگ برتر دو فصل قبل. صالح خلیل‌آزاد امروز جایگزین میلاد احمدیان شده. به هر حال هر دو تیم زمین براشون همچین غریبه هست. فجریا فکر کنم یکی دو جلسه فقط تمرین کردن در این ورزشگاه. خونه به خونه هم که داره اولین بازیشو انجام میده، هرچند که زمین های شمال هم زیاد زمین های رویایی نیست و معمولا اونجا آب و هوا به گونه ای است که زمین ها شرایط مساعدی ندارند. نمونهش هم هفته گذشته بود توی زمین ناهموار و هوای برفی بازی خونه به خونه و مس 0-0 شد. فشنگچی، سعید صادقی، تک ضرب، مهدی کریمیان کاپیتان تیم فجر، اونجا حمید جوکار هم هست. پرتاب توپ به نفع فجری ها. چاکوتازاده، مهدی چاکوتازاده عقبتر، داور اعتقادی به خطا نداره. رضا مرادی، خطا به نفع تیم فجر سپاسی است. خطای سجلال رافخایی به روی رضا مرادی اعلام میشه. ایمان سلیمی برای جودکی توپو پاس میده. مجید جلالی فر، اعلام آفساید میشه از بازیکن تیم خونه به خونه. بکنم حمید کاظمی بود که در آفساید قرار گرفت. بهترین گلزن تیم خونه به خونه است. اگه اشتباه نکنم 6 گل برای تیم خونه به خونه زده. پارسال هم عضو تیم نساجی بود، خیلی هم خوب گل میزد، البته بیشتر گلاشو پنالتی میزد پارسال. دو تیمی که پارسال انصافا استقرار و حضور در رقابت لیگ برتر رو داشتن، هم فجر هم خونه به خونه، اما خب شرایط جور نشد. حالا مهدی چاکوتازاده در منطقه جریمه، فرصت برای فجرها، رو به بیرون، شلوغ هست منطقه جریمه. چاکوتا توپو سان میکنه روی دروازه و این سمت امید نظامی پور و مهدی خیری است که توپو میگیره. بازیکن سرشناس تیم خونه به خونه مهدی خیری، پارسال در تیم پدیده توپ میزد، یه گل خیلی قشنگ هم زد به تیم استقلال و مهدی رحمتی از وسط زمین. برادرش حالی خیری هم روی نیمکت هست. این دو از بازیکن بومی تیم خونه به خونه هستن، یعنی بابوری هستن.
ضربه خطا به نفع تیم فجر سپاسی هست. آقای مهدوی رو در تصویر ملاحظه می‌فرمایید. جلالی فرد پشت توپ هست. بازیکن فصل قبل تیم گلگهر اصالتی مشهدی داره. مجید جلالی فرد توپ سانت میکنه بلند روی دروازه. یه ضربه سر از رامتی تو پل به تیرشون. حالا این ضربه است. سلیمی چی کار کرد؟ کجا زد ضربه شد؟ نزدیک بود وارد دروازه تیم خونه به خونه بشه. رامتین در اولین بازی که به شیراز اومده توپ نزدیک بود تبدیل به گل کنه. این بار برای تیم فجر. ما هم میبینیم صحنه اثر رو. ضربه سری که رامتین زد شانس آورد میکائیل ایمنتوراج که توپ به تیر دروازش خورد. رامتین از جمله بازیکن‌های محبوب تیم فجر سپاسی بود. آخرین بازی خودش هم در برابر همین تیم خونه به خونه فصل قبل انجام داد. خیلی هم دوست داشت در تیم فجر بمونه، اما خب شرایط جوری رقم خورد که او به پیکان رفت. یکی از دلایل نیومدن بالای فصل قبل تیم فجر همین رفتن رامتین سلیمان زاده بود. خیلی خوب بود انصافا. خیری لب خط توپ به بیرون میره. پرتاب به نفع تیم خونه به خونه. پرتاب توپ رو یاران تیم خونه به خونه انجام میدن. امید نظامی پور بازیکن فصل قبل تیم گسترش فولاد تبریز بود. پرتاب از کمی جلوتر برای قرمز پوشان خونه به خونه انجام میشه. آقای پیروانی در کنار مهدی کریمیان، آبهنام زاره و همچنین آقای شاهینی. خونه به خونه ای ها توپ رو بلند باید پرتاب کنند. آقای مرزبان مربی تیم خونه به خونه است که البته محروم فعلا. پرتاب بلند توپ به منطقه جریمه خیلی راحت. ساله توپ رو در اختیار میگیره. دروازه‌بان بلند بالای تیم فجر که به راحتی توپ رو در اختیار گرفت. توپ بلند میاد به زمین تیم خونه به خونه. رامتین سلیمان زاده بلند میکنه توپ رو. ساله از دروازه بیرون میاد و به راحتی توپ رو در اختیار میگیره. پژمان نوری روی توپ سید احمد حیاتمنش میاد. پاس بلند ایمان. ایمان با صفا ابراهیم صالحی رو صاحب توپ میکنه. خود ابراهیم صالحی. مهدی کریمیان ضربش از همونجا میزنه. مهدی کریمیان تو با واکنش عالی ایمنتوراج به بیرون میره. یکی از دروازه‌بان‌های بسیار خوب رابطه لیگ یک از پارسال در فولادی از عالی بازی کرد. میکائیل ایمنتوراج دروازه‌بان اهل بندر ترکمن هست. ضربه عالی مهدی کریمیان با همین صحنه اثر توپ داشت به کنج دروازه میرفت که این چنین واکنش نشون داد. دو موقعیت خیلی خوب رو فجیحات تا به نیجای کار از دست دادند. یه برد میتونه خیلی از مسائل برای تیم فجر حل کنه. حمید جوکار میاد روی پای چپش. خود حمید توپ کوتاه سان میکنه به منطقه جریمه. فرصت برای فجیحا. حنیف امامزاده توپو برمیگردونه. حالا توی ضد حمله یاران تیم خونه به خونه پیش میان. فرصت برای خونه به خونه ای ها. یه ضد حمله خطرناک. این سمت جلال رافخایی است که به توپ میرسه گوشه منطقه جریمه. حرکت مهدی کریمیان قدس جلال سانت او به منطقه جریمه. فرصت برای خونه به خونه بابل. بازی قشنگی رو شاهد هستیم. حالا از همونجا یه ضربه دیگه و برگشت توپ. حنیف عمرانزاده میبره به چپ. سعید صادقی دوباره خودش صاحب توپ هست. طلب توپ میکنه امید نظامی پور مدافع راست تیم خونه به خونه. یا سانت بلند به منطقه جریمه. حمید کاظمی به دنبال توپ هست. بازیکن خوشنقش تیم خونه به خونه رو به بیرون پشت منطقه تو سر توپ میزنه. صادقی شلوغ هست اونجا. دوباره نظامی پور ارسال او و توپی که به صالح میرسه و به کرنر هم نمیره. صالح خلیل آزاد
مهدی چاکوتازاده درگیر است با رفیق صمیمیش، همون دوست صمیمیش رامتین سلیمانزاده. در استقلال خوزستان با هم همبازی بودن، پارسال هم در فجر از هر دو بازیکن بازی خوبی رو دیدیم. به هر حال چمن مصنوعی ورزشگاه شهید دستقیب تعویض شده دیگه، اون چمن مصنوعی پر انتقاد چند سال پیش نیست، شرایط مهیاست برای برگزاری مسابقه خوب و تماشاگرانی که به هر حال به تشویق تیم فجر مشغول هستن. حالا مهدی چاکوتازاده در منطقه جریمه، خود مهدی ضربه رو از همونجا میزنه که ایمن توراج به خوبی توپو در اختیار میگیره. بسیار دروازه‌بان خوبیه، پارسال در بازی فجر و فولاد عالی بازی کرد و یکی از دلایلی که فجر اون بازی رو نبرد همین میکائیل ایمن توراج بود. صادقی، امیرحسین فشنگچی، بازه کلی بازیکن سرشناس هم روی نیمکت دارن خونه به خونه ای ها. مازیار زارشون هم محرومه به خاطر شرایط بازی با اوکسین، بعد جور نقره داغ شدن. آقای مرزبان هم محروم شد به همراه میناوند، فقط میثم رضاپور رو من کنار زمین میبینم. صالح خلیل آزاد ضربه‌شو از همونجا میزنه. امیرحسین فشنگچی مدافع چپ تیم خونه به خونه. صادقی، دو فجی دیگه هم روی نیمکت ذخیره‌های تیم خونه به خونه هستن. وفا اخومنش بازیکن بندر ترکمنی تیم خونه به خونه و همچنین سید حسین کریمی بازیکن شیرازی تیم خونه به خونه است که خیلی هم به تیم شهرش علاقه داره. سید حسین کریمی ضربه رو میزنند یاران تیم خونه به خونه. خیری، نظامی پور، فجیها تا حالا گل اول مسابقات رو به ثمر نرسوندن. ببینیم که آیا این تلسم شکسته میشه یا اینکه خیر. عرض کردم اصلا سابقه نداشته در طول تاریخ باشگاه فجر سپاسی یه چنین نتایجی، اما به هر حال عوامل متعددی دست به دست هم داد، نباید کسی رو هم شخصا مقصر کنیم، مجموعه از عوامل بوده. خطای ابراهیم صالحی اعلام میشه، خطای ابراهیم صالحی به روی امید نظامی پور. امروز تیم این ابراهیم صالحی هست، بازیکن دو گله تیم فجر، پارسال عالی بازی میکرد ابراهیم. دو گل هم عرض کردم در بازی رفت، در اولین بازی فصل گذشته ابراهیم دروازه تیم خونه به خونه رو باز کرد. حالا یه فرصت برای تیم خونه به خونه، سجلال رافخایی توپشو به کورنر میزنن، کورنر به نفع تیم خونه به خونه بابل هست. خونه به خونه ها یه جورایی داغ دل هواداران شیرازی رو هم تازه میکنن، چرا که اونا امتیاز تیم بهمن رو خریدن، بهمنی که با هزاران خونه دل خوردن و بدون امکانات مالی توسط وحید رضایی بالا کشیده شد، عین یه لیوان آب خوردن فروخته شد به تیم خونه به خونه و حالا اونا اینقدر خوب سرمایه گذاری کردند. ضربه کورنر رو باید قرمز پوشان تیم خونه به خونه روی دروازه ارسال کنند. توپ سان میشه و ایمان باصفا است که توپو برمیگردونه. حالا ابراهیم صالحی، سرعت بسیار زیادی داره ابراهیم صالحی، هرچند که روی این توپ دو بازیکن با هم تعارف کردند. نظامی پور عقب‌تر، خیری، ارسال بلند او روی دروازه و صالح خلیل‌آزاد که توپو در اختیار میگیره. حمید جوکار توپشو فشنگچی یه لحظه میزنه، دوباره حمید جوکار، چاکوتا در آفساید بود، کاملا مشخص بود مهدی چاکوتازاده در آفساید قرار داشت. این رامتین سلیمانزاده هست، باز کنی که اهل شهر کرج هست، خاطرات خوبی رو دارن هواداران تیم فجر با او، او هم علاقه زیادی به تیم فجر سپاسی داره. به هر حال میشه گفت سازمان یافته ترین و با امکانات ترین تیم رقابت های لیگ دسته یک هستیم خونه به خونه. خیلی هم خوبه که این باب بشه در رقابت های لیگ یک، تیمی که امکانات مالی شخصی داره بیاد و به خوبی سرمایه گذاری کنه برای شهر خودش. علاقمندان زیادی رو در بابل به خودش جذب کرده. عرض کردم نیومدن بالا فوتبالی به رقابت های لیگ یک، اما سرمایه گذاری بسیار خوبی رو کردن. در همون فصلی که لیگ دو بودند 3-0 به بهمن باختن، بازی برگشتشون هم 0-0 شد.
مربیان سرشناس زیادی رو هم به خدمت گرفتن تا این چند سالی که شروع به فعالیت کردن. فکر کنم از سال 89 تیم خونه به خونه فعالیت خودش آغاز کردن. مربیانی مثل فرشاد پیوس، فرهاد کاظمی، حمید درخشان، اکبر میساقیان، اینا همه و همه در تیم خونه به خونه برهه‌ای فعالیت کردند. جلالی بشه کوتاه میفرسته برای چا کوتاه زاده، تو لو میره مهدی خیری، تک سبز جلال رافخواهی، یه حرکت تند و تیز سید احمد حیاتمنش. پارسال زوج خط دفاعی فاز سید احمد حیاتمنش و رامتین سلیمان زاده بودن که هر دو عالی بازی میکردند. یه ارسال به پشت منطقه جریمه، ابراهیم صالح سرعت بالایی داره ابراهیم، حالا توپو کوتاه میفرسته برای حنیف عمران زاده که او توپو دفع کرد. پرتاب که نه، بازی پیگیری میشه، خطایی در کار نیست و توپو زردپوشان فضی در اختیار میگیرن. کریمیان ترجیح میده توپو به بیرون بزنه تا به وضعیت بازیکن تیم خونه به خونه رسیدگی بشه. میکنم فشنگچی هست که اونجا روی زمین، بله خود امیرحسین فشنگچی هست، معمولا هم شماره 23 میپوشه. در تیم های فولاد و پرسپولیس و ملوان هم سابقه بازی داره. تماشاگران تیم فجر سپاسی رو میبینید، یکی از شریفترین و پاکترین هواداران کشور رو در اختیار دارن تیم فجر سپاسی. کاملا رعایت ادب رو در دستور کار قرار میدن هنگام تشویق تیم محبوب خودشون. واقعا حق مردم شیراز بالاتر از این حرف هاست که به هر حال یه تیم داشته باشن، اونم با این شرایط تو لیگ یک، در حالی که بهترین بازیکناشون این روزا در رابطه لیگ برتر دارن میدرخشن. نمونهش 5 تا بازیکن تیم تراکتور سازی هست، 5 تا فیکس تراکتور سازی، مهدی رجب‌زاده زوباهن، ممرضا حسینی زوباهن و ساسان انصاری فولاد که اصالت استان فارسی داره، اما خب در مجموعه فولاد پرورش پیدا کرده، سرشار از استعداد هست این شهر و این استان. اما خب میبینید که در عمل شرایط کاملا متفاوت هست. داور تذکر میده به مهدی چاکوتازاده، مهدی کریمیان رو مشاهده میکنید، اون هم تعصب زیادی داره به تیم فجر سپاسی، هرچند که خدمتش به انتها رسیده اما ترجیح داده تا در این بازی ها به کمک تیم فجر سپاسی بیاد. امید نظامی پور، خیری در تیمای سبا و سایپا هم سابقه بازی داره. مهدی خیری 33 سال هم سن داره. حنیف عمرانزاده در حال پارسال عضو تیم استقلال بود، نخواستش یه جورایی علی منصوریان و مجبور شد که جدا بشه از استقلال، علارغم که علاقه بسیار زیادی به تیم استقلال داره که از بازیکن با تعصب آبی پوشان است. تو به بیرون میره، پرتاب به نفع زردپوشان تیم فجر سپاسی هست. آخرین بازی تیم فجر در این ورزشگاه برمیگرده به همون فصل 91-92، بازی انتهایی فصل برابر راهن، اون بازی 2-2 شد. مهدی نظری و جابر انصاری برای فجر گل زدن و راهن هم دو گل در مسابقه با هدایت علی دایی به ثمر رسوند تا اون مسابقه با حساب 2-2 به انتها برسه. اما آخرین برد فجر در این ورزشگاه برد خاطر انگیز هست، اونا 6-0 تیم آلومینیوم هرمزگان رو با پرویز مظلومی و ایمون زاهد و اون داستانهای اون موقع بردند. مجید جلالی فر توپو پرتاب میکنه پشت منطقه جریمه، مهدی خیری بلند میکنن توپو، خطا کاملا مشخص روی ایمان سلیمی، حتی از حمید کاظمی اعلام شد. نیمکت ذخیره های تیم خونه به خونه را من خدمت شما عرض کنم. حسین نایجی دروازه‌بان فیکس پارسالشون روی نیمکت است، وفا هخامنش، حسین کریمی، سید حسین کریمی، روح الله باقری، میثم نقی‌زاده، هادی خیری و عباس محمدرضایی. راستش یادم رفت، عباس هم همون فصل 91-92 یکی از بازیکن خوب تیم فجر بود که نیم فصل البته رفت از تیم فجر سپاسی، گلای خیلی قشنگم تو همین ورزشگاه به ثمر رسوند.
یکی از اون گلای زیباش بازی با سایپا بود، گلی که دقیقه 90 زد به تیم سایپا، تیم سابق خودش. فجیه اون بازی رو 1-0 بردند. رضا مرادی مدافع شماره 4 تیم فجر سپاسی بازی رو باید شروع کنه. فجیه‌ها در حسرت به ثمر رساندن گل هستن. آخرین گل خانگی اونها برمیگرده به بازی با راهن، بازی که 2-2 شد. یه ارسال به پشت مدافعین، رضا مرادی. ایمان باصفا، مهدی چاکوتازاده، توپ به بیرون میره به نفع تیم خونه به خونه بابل. استان مازندران هم عرض کردم استان بسیار پر پتانسیلی است. واقعا حق این استان هم هست که یه تیم داشته باشه در رقابت های لیگ برتر. سرمایه گذاری بسیار خوبی هم داشتن مسئولین تیم خونه به خونه و آرزو میکنیم که دیدی که امکانات داره بره به رقابت های لیگ برتر. خطایی در کار نیست، بازی پیگیری میشه. صادقی، سجلال رافخایی اول فصل رفت ماشین سازی، بعدش خداحافظی کرد، دوباره تصمیمش عوض شد و به لیگ یک اومد و عضو تیم خونه به خونه شد. بازیکن وفادار به باشگاه ملوان با سقوط تیم ملوان جدا شدن به همراه مازیار و پژمان که به خونه به خونه اومدند. ضربه سر رو حمید کاظمی میزنه. خطای حنیف کاملا مشخص بود به روی مهدی چاکوتازاده. حنیف مدافع اهل شهرستان نور استان مازندران هست، در تیم پاس همدان چهره شد، بعد به استقلال اومد، سالها در استقلال بازی کرد. با هم میبینیم خطایی که کاملا مشخص بود از حنیف عمرانزاده. فیزیک بدنی بسیار خوبی داره حنیف عمرانزاده، مثل بیشتر فوتبالیست‌های شمالی قد و قامتی بلند و اندامی چهارشونه داره. فاصله قانونی که اصلا رعایت نشده، آقای مهدوی گام‌های خودش رو میشماره و حداقل 2 متری دیواره باید به عقب‌تر بیاد. خود مهدی چاکوتازاده این گونه ضربات رو خوب میزنه. حالا ایمان باصفا، ایمان سلیمی و مهدی کریمیان به همراه مجید جلالی فر پشت توپ هستند. ببینیم کدام بازیکن به توپ ضربه میزنه. جلالی فر ضربه‌شو میزنه، توپ به دیواره دفاعی میخوره. حالا در منطقه جریمه کریمیان توپو سان میکنه روی دروازه، یه ضربه سر، یه فرصت برای فجیه‌ها و ایمن توراس که در نهایت توپو در اختیار میگیره. خود نایجی هم که از دروازه‌بان خوبه فصل قبل بود بسیار خوب بازی میکرد. خونه به خونه ها روی زمین دارن خوب بازی میکنن. کاظمی از خونه به خونه توی ضد حمله خطرناک، فرصت برای خونه به خونه هست. پوشش خوب از سلیمی، رها میکنه تا توپ به کرنر بره. کرنر به نفع تیم خونه به خونه بابل هست. بازی 0-0 مساوی در جریان است. دقیقه 22 این پیکار فجیه‌ها بهتر بازی کردن و توپ میدان رو بیشتر در اختیار داشتن، اما خب مسابقه فعلا بدون گل مساوی در جریان هست. ارسال بلند و خطرناک و صالح خلیل آزاد که توپ رو رد میکنه. خطای حنیف عمران زاده اعلام میشه به روی صالح خلیل آزاد. این چهره حنیفه که بر میگرده، همون شماره 5 رو هم که در استقلال به تن میکرد این فصل در خونه به خونه میپوشه. ضربه مقابل دروازه رو صالح خلیل آزاد باید بزنه. صالح ضربه شو بلند میزنه. ابراهیم صالحی روی توپ اثر میگذاره. خطایی در کار نیست. خود ابراهیم، این بار خطای ابراهیم صالحی به روی حنیف عمرانزاده اعلام میشه. آقای سید رضا مهدوی داور کرمانی این مسابقه این خطا رو اعلام میکنه، داوری که 34 ساله است. رامتین باید بازی رو شروع کنه.
صادقی از خونه به خونه. پجیار روی توپش میرن، مجبور میشه به عقبتر بیاد. میکایل ایمنتوراج یه تیکه توپو میزنه که به بیرون میره. سه بازیکن تاثیرگذار این فصل از فجر جدا شدن، یکیش همین رامتین سلیمان زاده بود، احمد حسن زاده و فرهاد سالاری پور، دو تا از خوبهای فجر بودن که واقعا یه تیم بودن به تنهایی بازی بسیار زیادی رو برای فجر در آوردن پارسال. جودکی توپو پرتاب میکنه، خطای ابراهیم صالحی. حنیف عمران زاده ضربه آزاد رو میزنه. حمید جوکار، کریمیان، خود مهدی، حالا پیش میاد مهدی کریمیان و ایمنتوراج که دوباره موفق هست و با یه خروج خوب توپو دور میکنه، توپ به بیرون میره، پرتاب به نفع تیم فجر هست. حالا حمید جوکار، فرصت برای فجری ها، ارسال نه چندان خوب از حمید و مازیار، در واقع پژمان نوری بود که توپو گرفت. یه لحظه یاد پژمان جمشیدی افتادیم، بازیگر هنرپیشه خوب کشورمون. صالح خلیل آزاد ضربش رو بلند میفرسته به زمین خونه به خونه. محمد علیزاده، ایمان سلیمی میبره توپو لب خط و سرانجام توپ به جلالی فر میرسه. یه ضربه بلند از سلیمی که یه تیکه توپو به بیرون میزنه. بیست و ششمین دقیقه این مسابقه هست. این امید نظامی پوره که شمارش بیشتر شبیه حرف زد انگلیسی است تا عدد دو لاتین. خطای حنیف به نظر میرسید، قیچی کردن منده خدا مهدی چاکوتا رو. توپ رو به بیرون باید بزنن بازیکنان تیم خونه به خونه، راغب هم نیست حمید کاظمی که در نهایت این کار رو انجام میده. یه رزه ساندویچ شد مهدی چاکوتا زاده و برشکل مشکل بازیکنان ظاهرا جدی نیست. سعید صادقیه که از خونه به خونه مصدوم روی زمین دراز کشیده. بازی برگشت پارسال یه بازی زیبا بود، با هم میبینیم خطا که کاملا مشخص بود از حنیف، من نمیدونم چرا نگرفت. داور مسابقه همه فاکتورهای یه خطا رو داشت. این حرکت حنیف عمرانزاده بازی عرض میکردم برگشت فصل قبل توی هوای بارانی پایانی خوش داشت برای فجیه ها و توانستن با تگل ایمان باصفا که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید اون بازی رو ببرند. قیسم رضاپور رو مشاهده میکنید، بازیکن سابق پرسپولیس، در تیم مشهدی هم سابقه بازی داره. قیسم رضاپور یه مدت هم عضو تیم پیکان بود. سلیمی توپو در اختیار میکائیل ایمنتوراج قرار میده. اینم آمرداد میناوند، کمک اول آقای مرزبان، همین دیروز هم فکر کنم تولد 41 سالگیش بود. بازی‌های خوب او در تیم ملی با شماره 25 در اواسط دهه 70 از یاد علاقه‌مندان به فوتبال نخواهد رفت. پشت منطقه جریمه، یه فرصت برای تیم خونه به خونه، یه ضربه و توپی که از کنار دروازه پس از برخورد به پای مدافع تیم فجر به بیرون میره. نزدیک بود روی یک اشتباه برخلاف جریان بازی دروازه تیم فجر باز بشه. کورنر برای تیم خونه به خونه. ساله در چارچوب دروازه حاضر آماده است. مهدی خیری ضربه کورنر رو باید ارسال کنه.
کورنر بلند این بازیکن و سالک به راحتی توپو در اختیار میگیره و توی زده حمله سریع مهدی کریمیان رو صاحب توپ میکنه. خود مهدی پا به توپ پیش میاد. تعویض منطقه بازی برای حمید جوکاری، یه مقدار ضرب توپ زیاد بود، توپ به بیرون رفت. پرتاب رو قرمز پوشان تیم خونه به خونه انجام میدن. صادقی آقای مرزبان که محروم هست، عرض کردم به خاطر اتفاقات بازی با آکسین بدجور نقرداخ شدن خونه به خونه. این بازی را که 2-0 باخته بودن شد 3-0. مازیا 3 جلسه، آقای مرزبان هم فکر کنم 3 جلسه، حتی آقای نجفی هم سرپرست این تیم هم 2-3 جلسه محروم شده به همراه مهرداد میناوند. یه مدت هم پارسال علی کریمی اومد به تیم خونه به خونه و مشاوره فنی میداد به این تیم. خطای چاکوتازاده انصافا خطای حنیف خیلی خطاتر از این خطا بود، هرچند که این توپ هم خطا بود. ببینیم خطای مهدی چاکوتازاده که کاملا درست بود. توپ بلند میره به اون سمت که یتیکم پاس بلند حنیف عمرانزاده به بیرون میره. امروز تیم قشقایی هم باید در کرمانشاه به مسافت تیم بعثت بره. یه اتفاق خیلی عجیب و غریب هم که رخ داده بود برای تیم قشقایی، این صحنه رو با هم ببینیم. حمید جوکار پا به توپ از راست پیش میاد، خود حمید، و در نهایت توپ به کورنر میره. دقیقه 30 مسابقه است. زمین تمرین نداده بودن به تیم قشقایی، مجبور شده بودن بنده خدا توی بلوار تمرین کنن. نمیدونم که حالا باید کدوم مسئول پاسخگو باشه، تصاویرش هست، دوستان میتونن برن به فضای مجازی و ببینن که تمرین قبل از مسابقه رو بازیکن تیم قشقایی چجوری انجام میدن. برق نوین هم امروز باید به مسافت تیم فولاد نوین اهواز بره. یه ارسال بلند، یه فرصت برای فجی ها، خیلی مطمئنه میکائیل ایمنتوراج. حمید کاظمی، حالا اگه از اون مسابقات هم نتایجی به دست ما برسه حتما خدمت شما عرض خواهم کرد. پیکار برق نوین و فولاد نوین اهواز بسیار حساس خواهد بود. بازی تک ضرب خونه به خونه ای ها در زمین خودشون. محمد علیزاده شاید نسبت به سایر بازیکن تیم خونه به خونه زیاد سرشناس نباشه. سه جلال رافقاهی با تیم ملوان به این ورزشگاه اومدن و 2-1 باختند. پشت منطقه جریمه خود سه جلال رافقاهی، اون سمت فشنچی هست پژمان نوری، دوباره امیر حسین فشنچی. حرکت قشنگ خونه به خونه ای ها و رضا مرادی که توپو برمیگردونه. حالا مهدی چاکوتازاده توی یک کورس با رامتین که رامتین توپو با رونش پاس داد و ایمنتوراج توپو در اختیار گرفت. این میکائیل ایمنتوراج هست، عرض کردم پارسا در فولاد یزد عالی بازی میکرد. شاید اگه فج بازی با فولاد یزد رو در حافظیه میبرد یه کارش به اما اگر نمیکشید و اون حسرت بزرگ به دل هواداران تیم فج باقی نمیموند. زحمات زیادی کشیده شد. علی کلانتری پارسال واقعا زحمت کشید برای تیم فجر، با سختی های زیادی رو ساخت، اما خب به هر حال تقدیر این چنین بود. پژمان نوری شوت زنه، نباید اجازه بدن شوت بزنه، توپ میخوره به سر احمد حیاتمنش، احساس ناراحتی میکنه. سریع آقای مهدوی به خاطر که بازیکن از ناحیه سر دچار برخورد شده بود بازی رو متوقف کرد. احمد حیاتمنش هم پارسال بازی با پاس همدان دچار پارگی ربات صلیبی شد، مدت‌های زیادی دور از میادین بود، اما این فصل به ترکیب تیم فجر اضافه شد. پارسال دو تیم رقیب جدی با هم بودند، واقعا کسی فکرشو نمیکرد که حداقل این دو تیم بالا نیان و به جاش نفت و ماشین سازی بالا بیاد.
ماشین سازی که هزینه بسیار زیادی رو امسال در رقابت لیگ برتر کرده، اما خب فعلا تیم انتهای جدول هست. نفت هم بعد از شروع خوبی که داشت رفته رفته دوچار افت شده و هفته پیش هم که همونطور که استحضار داریم مهدی رجب‌زاده یه هتریک کرد در برابر تیم نفت آبادان در آبادان. میگم واقعا آدم حسرت میخوره، این همه بازیکن شیرازی خوب هست اما فوتبال شهرمون روزگار خوبی رو سپری نمیکنه. مجید جلالی فر یه پاس به عمق برای ابراهیم صالحی و ایمن توراج که توپو در اختیار میگیره. امید نظامی پور، مهدی نوری، در واقع مهدی خیری است، اونجا جودکی درگیر هست و به بیرون رفت. این سمت یکی از بازیکن خونه به خونه احساس ناراحتی میکنه، امید نظامی پور. توپ که به نفع تیم فج به بیرون رفت، حالا نمیدونم داور تصمیمش چی هست. داور بالای سر بازیکن مصدوم امید نظامی پور هست و به وضعیتش رسیدگی میکنه. خوشبختانه امید مشکلی نداره و میتونه بازی رو پیگیری کنه. چونه میزنن بازیکن دو تیم بر سر یه پرتاب اوت. آقای مهدوی در سوت خودش میدمه. فجیه همواره بازیکنی داشتن که توپا رو بلند پرتاب کنه. این بار مجید جلالی فره که میره توپو بلند پرتاب کنه، اما دو مدافع وسط سرزنی داره تیم خونه به خونه، هم رامتین و هم حنیف سرزن هستند. ابراهیم ضربه سر رو میزنه روی سر حنیف امامزاده که حداقل 7-8 سانتی ازش بلندتر هست. مجید جلالی فر دوباره توپو بلند پرتاب میکنه، این بار ضربه سر رو محمد علیزاده میزنه. نسبتی هم با اون محمد علیزاده معروف نداره، محمد علیزاده خواننده رو منظورم هست. حالا توی یه ضد حمله سری پیش میان حمید کاظمی از خونه به خونه. فجیه غافل شدن، خطا کاملا مشخص بود و کارت زردی که داور به حمید جوکار نشون میده. مجبور بود خطا کنه حمید جوکار، وگرنه داشت تک به تک میشد. با هم میبینیم صحنه استر رو توپ رد کرد حمید کاظمی، بازیکنی که پارسال در نساجی با هم همبازی بودند. 37 دقیقه این پیکار رو پشت سر میگذاریم. یه ضربه آزاد به نفع تیم خونه به خونه به دست اومده. این موقعیت حساسی است. مدافعان سرزن خونه به خونه جلو اومدند. حنیف در منطقه جریمه است، امید نظامی پور هم اونجا حاضر هست. پژمان نوری و امیر حسین فشنکی دو چپای خونه به خونه پشت توپ هستند. هر دوشون هم خوب ضربه آزاد میزنند. پژمان که خیلی شوتزن هم هست، البته زاویه توپ طوریه که شاید مستقیم توپو نزنند بازیکن خونه به خونه. ببینیم که از این موقعیت به چه شکل استفاده میکنند. توپ حالا باید فرستاده بشه. فشنگچی بلند، فرصت برای تیم خونه به خونه. بابول در منطقه جریمه شلوغ هست. حالا فرصت کماکان اونجا هست و ایمان باصفا که توپو دور میکنه. نزدیک بود روی غافلگیری دروازه فجیه ها باز بشه که به هر حال خطر دفع شد. امید نظامی پور بلند توپو سان میکنه. سید جلال رافخایی در منطقه جریمه، این ضربه خطرناک از مهدی خیری که توپش با اختلاف کمی به بیرون رفت. موقعیت خطرناکی که بازیکن تیم خونه به خونه خلق کردند، میشه گفت اولین موقعیت خطرناک اونا بوده. صالح خلیل آزاد بازی رو باید شروع کنه.
ابراهیم صالحی، توپ میاد به پشت مدافعین و امیر حسین فشنجی که توپو در اختیار میکائیل منتوراج قرار میده. روی زمین حمید جوکار، کریمیان، رامتین زودتر از او ضربه رو زد، خطای هند خیری به نظر میرسید. سید جلال رافخواهی، کیفیت خوبی دارن بازیکن تیم خونه به خونه، اینو از نوع پاس دادن اونا میشه فهمید. این هم هواداران تیم فجر سپاسی است که به استادیوم شهید دستقی در مرکز شهر شیراز اومدند، در یکی از محله هایی که به هر حال اقشار علاقه مند به فوتبال درش زیاد هست. این هم ایمان سلیمی است و نمایی از آسمان نیمه ابری شهر شیراز توی هوای بسیار خوب پاییزی. ضربه سر رو میزنه حنیف. امید نظامی پور، خطا دیگه کاملا مشخص بود به نفع تیم خونه به خونه. حساب کار 0-0 مساوی هست. 40 دقیقه، سانت بلند حنیف به روی دروازه، اون سمت پژمان نوری و احمد حیاتمنش، پرتاب توپ به نفع تیم خونه به خونه. یه سانت خطرناک به منطقه جریمه و برگشت توپ از سوی فجیها، خطا به روی حمید جوکار، خطای امیر حسین فشنگچی اعلام شد. این چهره فشنگچی بود. دوباره خونه به خونه ای ها توپو گرفتند. امید نظامی پور از راست راه می اندازند. خود نظامی پور به عرض میاد، توپو لو میده. حالا مهدی کریمیان چاکوتا رو صاحب توپ میکنه، میدونست که در آفساید حرکت نکرد، توپ به بیرون میره. رامتین سلیمانزاده، علیزاده منطقه بازی رو به خوبی عوض میکنه برای سید جلال رافخواهی، بازیکن گلزن تیم خونه به خونه. تکل عالی از سید احمد حیاتمنش، سانت دوباره به منطقه جریمه، اشتباهات چپ و راست. حالا فرصت برای تیم خونه به خونه. دیگه خیلی تابلو خودش رو زمین انداخت خیری و حنیف که دفع توپ میکنه. پشت محوطه جریمه حمید کاظمی، فشار رو دارن زیاد میکنن قرمز پوشان تیم خونه به خونه. توپ سان میشه به محوطه جریمه، دفع توپ. علیزاده چپ و راست توپا رو میریزن روی دروازه به همین شکل و ایمان سلیمی. دوباره یه ارسال دیگر رو باید داشته باشیم از قرمز پوشان خونه به خونه. بعد جوری دارن دفاع میکنن فجری ها. ارسال، یه ضربه سر و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. و هم میبینیم یه توپی بود که خیلی دیگه خیلی واضح و مشخص خودش رو زمین انداخت. شانس هم آورد داور بهش کارت زرد نشون نداد. ابراهیم صالحی، یه جورای زور تیم خونه به خونه میچربه به تیم فجر، نفرات بسیار خوب و تأثیرگذاری رو داره در زمین مسابقه. روی نیمکتش هم نیمکت پرباری است.
اون اعتماد به نفس لازم دیده نمیشه در بین نفرات تیم فجر. باختای پیاپی این فصل یه مقدار روحیه فجیه ها رو پایین آورده. چاکوتازاده، توپ نمیرسه به مهدی کریمیان. حالا یه اشتباه از یاران تیم خونه به خونه. کریمیان با صفا، جلالی فر، جودکی، آفساید چاکوتا زاده اعلام میشه، درست هم بود، از پشت حرکت کرد. صدایی هم که مشاهده کردید، به هر حال جایگاهی که دوستان برای ما تعبیه کردن شرایط مناسبی نداره، هرچند که زحمات زیادی هم کشیده شده، اما خب به هر حال امکانات ما همین هست و اگر نقصی و نقصانی هم هست به بزرگواری خودتون شما عزیزان بیننده ببخشید بر ما و همکاران عزیزمون که انصافا تلاش زیادی کردن. یه اشتباه از جلالی فر، فرصت برای تیم خونه به خونه و سلیمیه که به خوبی توپ پوشش میده. جای مسعود ریگی هم در تیم فجر سپاسی انصافا خالی است که این فصل به بادران رفت، بازیکن بومی و متعصب تیم فجر. حالا ارسال به پشت مدافعین، چاکوتازاده، حمید جوکار، کم تعداد هستن فجی ها در حملات. حالا مجید جلالی فر، خود مجید تو سرتون میزنه، وارد محوطه جریمه میخواد بشه که این پاس اشتباه باعث میشه که موقعیت از دست بره. لحظات پایانی مسابقه از یه دقیقه هم زمان تلف شده اعلام میشه توسط داور چهارم این پیکار. دو تیم راضی هستن که نیمه اول رو با نتیجه تساوی به رخکن برند. پژمان نوری سه جلال رو افخاهی، امید نظامی پور رو صاحب توپ میکنه. خود نظامی پور بلند قامت اما به نظر میرسه که بازیکن پا به توپی باشه. جلال رافخاهی در واپسین ثانیه های این پیکار میبره به منطقه چپ زمین. فشنگچی، رامتین سلیمانزاده، صادقی از خونه به خونه و سوت پایان این دیدار در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به صدا در میاد. دو تیم بازی محکمی رو از خودشون نشون دادن اما خب به هر حال دروازه ها باز نشد و باید منتظر بمونیم تا نیمه دوم این پیکار. فعلا من از حضور شما عزیزان بیننده مرخص میشم و ان شاءالله باز هم در آغاز نیمه دوم در خدمت شما علاقمندان به ورزش خواهم بود. فعلا خدا نگهدار. فجیا باید بزنن، بازیکن تیم خونه به خونه در آفساید بود. حمید جوکار پشت محوطه جریمه توپ لو میده. فشنگچی، پژمان نوری، خطا از سید احمد حیاتمنش به روی صادقی اعلام میشه. صادقی میانه میدان، رامتین سلیمان زاده در نیمه اول بازی بسیار خوبی رو انجام داد، هرچند که یه بار هم نزدیک بود با ضربه سر به اشتباه دروازه خودشون رو باز کنه. این اولین بازی تیم فجر در ورزشگاه شهید آیت الله دستقه به شیراز هست، ورزشگاهی که به هر حال خاطرات خوشی رو برای فجری ها داشته، به ویژه اون فصلی که لیگ برتر بود فجر با هدایت محمود یاوری و همچنین آقای خورمزی که اون موقع کمک محمود یاوری بودند، فجیه ها نتایج بسیار خوبی رو گرفتند. جودکی توپ میندازه برای ابراهیم صالحی. بستن ابراهیم صالحی رو آنالیز خوبی داشتن کادر فنی تیم خونه به خونه از فجر و ابراهیم صالحی رو بستن در نیمه اول. بازیکن که سرعت بالایی داره و میتونه تو مسافه‌های یک در مقابل یک به راحتی مدافعین تیم خونه به خونه رو از مقابل برداره. حمید جوکار، احمد حیاتمنش،
خطای پژمان نوری اعلام میشه. از انزلیچی های متعصب به تیم ملوان هست پژمان نوری. واقعا حق تیم ملوان هم نبود پارسال سقوط کنه. با گلی که در ثانیه های پایان خوردن از تیم سیاه جامگان جاشون رو با تیم مشهدی عوض کردن. حیف تیم ریشه داری مثل ملوان که الان در رقابت‌های لیگ یک هست. آرزو موفقیت میکنیم برای همه تیمای ریشه دار. فجیه هم انشالله امسال بمونن در رقابت‌های لیگ یک تا بعد با تدابیری بهتر به سطح اول بازگردن. احمد حیاتمنش لب خط با یه تک توپو کنترل میکنه. خود سید احمد سانتو روی دروازه و ایمنتوراس که توپو در اختیار میگیره. قامت بلندی نداره میکایل ایمنتوراس اما رفلکس فوق‌العاده‌ای داره. توپ یه تیکه از اون گوشه زمین به بیرون میره. پرتاب رو زرد پوشان فجر سپاسی باید انجام بدن. جودکی پرتاب کننده ای توپ هست. مدافع چپ تیم فجر. خطای ابراهیم صالحی اعلام میشه. نیمه دوم کار برای هر دو تیم سخت هست. به هر حال خونه به خونه ای ها روی پیکارهای هوایی موفق تر هستند. اکثرا هم دیدیم که در نیمه اول توپ را از جناحین میفرستادند. اونم به خاطر قامت بلند بازیکناشونه. این رضا مرادی نیمه اول بازی خوبی رو از خودش نشون داد. حالا توپ بلند فرستاده میشه و سلیمیه که توپو برمیگردونه. مهدی چاکوتازاده به دنبال توپ حرکت میکنه. فشنچی میاد. جلال رافقایی، پژمان نوری، حمید کاظمی توپو ازش میگیره. خطا کاملا مشخص از حمید کاظمی. داور اشاره میکنه که ساله عقبتر بره و بازی رو شروع کنه از کمی عقبتر. ساله خلیل آزاد در دروازه‌بان آرام و با اخلاق تیم فجر سپاسی. فشنگچی خطای مهدی کریمیان اعلام میشه. نباید مهدی اعتراض کنه. باز کنه با تجربه تیم فجر، کاپیتان متعصب این تیم، به هر حال داور خطا رو گرفته. حالا هرچی که بوده درست یا نادرست، مهدی باید بازی رو ادامه بده. امیر حسین فشنچی باید بازی رو شروع کنه. این چهره توپو بلند ساند میکنه به پشت منطقه جریمه. احمد حیاتمنش روی پیکارهای هوایی موفق هست. خود کریمیان، مهدی کریمیان حالا توپو میفرسته در آن. خطای مشخص و کارت زردی که به درستی داور نشون میده به امید نظامی پور. اگه نمیگرفتش ابراهیم تک به تک میشد با دروازه‌بان. سرعت بسیار بالایی داره. عرض میکنم روی استارت ها حداقل 2 متر جا میاندازه. مدافعین تیم خونه به خونه رو مشاهده میکنید. عقب تر بود ابراهیم صالحی، فوروارد با اخلاق تیم فجر سپاسی. پارسال عالی کار میکرد ابراهیم. گل‌های بیشماری رو برای تیم فجر به ثمر رساند. چه تیمی داشت واقعا پارسال تیم فجر سپاسی. کی فکرشو میکرد فجرها به این روزگار بیفتند؟ شاید بدبین ترین هوادار تیم فجر فکرشو نمیکرد که تیم محبوبش الان بخواد برای نیفتادن بجنگه. عرض کردم حق مردم شیراز، حق فوتبال شیراز خیلی بالاتر از این حرف هاست. یکی از اسطوره‌هاش همین چهره هست، آقا غلام پیروانی. اسطوره اخلاق و منش هست در فوتبال کشور ما. در دهه 80 عالی کار میکرد آقا غلام با جوانانی جویای نام در تیم فجر سپاسی. جلالی توپو پاس میده برای مهدی کریمیان. خود مهدی توپو سان میکنه روی دروازه. فرصت برای احمد حیاتمنش. به هر حال او یه مدافع وسط هست و در پست غیر تخصصی خودش به کار گرفته شده. بازیکن پرتلاشی که
سعی میکنه بهترین بازی خودشو در ترکیب تیم فجر انجام بده. این چهره که اهل شهرستان مبدش استان فارس هست، برادرش کاظم هست، کاظم حیاتمنش هست که فکر کنم این فصل نساجی قائم شهر بازی کنه. پارسال که در تیم مثل رفسنجان بود سید کاظم حیاتمنش، امسال فکر کنم به عضویت تیم نساجی قائم شهر در اومده. سلیمی خوبی توپو مال خود میکنه، جودکی، کریمیان، این رفت تک زب صاحب توپ کنه ابراهیم صالحی رو، توپ برسه به ابراهیم صالحی، کار سخت میشه برای مدافعین تیم خونه به خونه، مخصوصا در مسافه یک در مقابل یک. کریمیان، جودکی بلند میکنه توپ رو، حنیف عمرانزاده، اشتباه خونه به خونه ای ها، پشت منطقه جریمه، دوباره ابراهیم صالحی، احسان به محوطه جریمه، یکم دیر رسید به توپ مهدی کریمیان. حالا توی ضد حمله جلال رافخواهی، به حال فجری ها معمولا در نیمه دوم نتایج رو به حریفان واگذار میکنن. ببینیم که آیا در این بازی هم این اتفاق رخ میده یا اینکه خیر 6-7 بازی رو 1-2-1 خیلی مفت باختند. پارسال تا قبل از بازی با نفت آبادان در مسابقات فجیه تمامی گلای اول رو میزدند. خطای مجید جلالیفر اعلام میشه. این چهره پارسال عضو تیم گلگهر سیجان بود. ایمان واسفخواه را هم ملاحظه میکنید. او هم از جمله بازیکنان جنگنده تیم فجر هست. دوران خدمت مقدس سربازی رو در تیم فجر سپاسی داره سپری میکنه. بازیکنی که از استقلال اومد. یه ارسال به محوطه جریمه، ضربه سر حمید کاظمی و توپی که در اختیار میگیره صالح خلیل آزاد. تیم خونه به خونه بیشترین گلای خودش رو در بین دقایق 75 تا 90 زده، اما در سه مسابقه گذشته خودش موفق به چنین کاری نشده. در سه مسابقه اخیر که گل نزده اصلا خونه به خونه، بازی جنجالی که 2-0 باختن که بعدا 3-0 شد، بعدش هم با گلگهر 0-0 کردند، بعدش هم با مس. جلالی فر، حمید جوکار، یه ارسال بلند، ضربه سر رو حنیف میزنه دوباره. تنهاست ابراهیم صالحی، توپ هم کم بهش رسیده. میگم اگه توپ بهش برسه ملاحظه خواهید کرد که چقدر راحت مدافع پیش روی خودش رو از مقابل بر میداره. خونه به خونه ای ها سعی میکنن که مالکیت توپ رو در اختیار بگیرن. نیمه اول هم همین شکل بود. هافک های این تیم نبض بازی رو در اختیار میگیرند. به هر حال بازیکنان سرشناس و با تجربه‌ای در ترکیب این تیم مشاهده میشند. تازه عباس محمدرضایی که یکی از خوبهای لیگ یک هست هم روی نیمکت هست. پارسال عباس در پیکان هم عالی بازی کرد. گل های زیادی رو برای تیم پیکان پارسال عباس محمدرضایی به ثمر رساند. محمد غلامی هم دارن که نیست در این مسابقه. حالا به دلیل مسئولیت یا محرومیت من نمیدونم، اما خب نیست در این مسابقه. محمد غلامی رو اولا باقری هم یکی از فوروارد های گلزن این تیم هست. امید نظامی پور از راست پیش میاد. نیمه اول هم چپ و راست نفوذ میکرد نظامی پور، علی رغم قامت بلندی که داره، اما حمله به توپش خوبه. جلال رافخواهی توپو دفع میکنه حمید جوکار. رامتین سلیمانزاده، پارسال با چشمانی اشبار در پایان بازی با خونه به خونه در بین هواداران تیم فجر از این تیم جدا شد، در حالی که میشد خیلی راحت رامتین حفظ کرد و امسال تیم آورد به رقابت‌های لیگ برتر. نیم فصل شرایط فرق کرد برای تیم فجر، کار به جایی رسید که در اون بازی تراژدیک فجرها در آبادان
باختن به تیم نفتی که معمولا در شیراز و حتی در آبادان مغلوب تیمای شیرازی میشد. شاید بعد از مدت ها بود که نفت آبادان فجر در شیراز بود، در برگشت هم تونست که فجر شکست بده و روز تلخی رو برای شیرازی ها رقم بزنه. خطا از حمید جوکار، باید مراقب باشه، یک کارت زرد داره حمید. نیمه اول از داور کارت زرد گرفت، حالا احساس ناراحتی میکنه این چهره بازیکن متعصب و بومی تیم فجر که تمامی رده های پایه رو در همین تیم فجر بوده. سید حسین کریمی هم که روی نیمکت ذخیره های خونه به خونه هست در رده های پایه در تیم فجر سپاسی بود. در فصلی که آقای یاوری سرمربی تیم فجر لیگ برتر بود چند تا بازی بهش بازی داد، اما اون فصل بازیکن خوبی رو داشت که کم بازی میرسید به کریمی. مهداد کریمیان رو ملاحظه کردید. حمید احساس ناراحتی میکنه. مهدی در واقع مهداد کریمیان برادر مهدی که این فصل عضو کادر فنی شده. پارسال بازی‌های خوبی رو از مهرداد در ترکیب تیم فجر شاهد بودیم. نیمکت تیم خونه به خونه کسی نیست، ملاحظه میکنید. عرض کردم آقای مرزبان و آقای میناوند بالا هستن، همچنین آقای نجفی. دوستان همگی با هم اخراج شدن و محروم شدند. بازی جنجالی بوده، بازی با اوکسین. اوکسین هم از اون تیمای پرحاشیه لیگ یک هست. بازی عجیب و غریب در لیگ دو، در حالی که اوکسینی ها صعود کرده بودن اومدن شش گل خوردند و به هر حال هنوز پروندهش هم بازه. حمید جوکار میتونه به بازی ادامه بده. خونه به خونه فکر کنم در رقابت های لیگ یک فقط دو بار باخته در خانه خودش، دوبارش هم دو هیچ باخته، یکیش به فجر سپاسی بوده و دیگرش هم اوکسین بوده. تماشاگران تیم فجر شعار معناداری رو در ورزشگاه سر میدن که واقعا جایگاه فوتبال شیراز این نیست. حیف و صد حیف از این همه بازیکن خوب بومی که دارن بیرون بازی میکنند، اما خب شرایط فوتبال ما اینه. الان یه ارسال به پشت مدافعین، چاکوتازاده، خود مهدی یه مهار انجام میده، ضربه‌شو زمینی و آروم و کم دقت میزنه که ایمنتوراج توپو در اختیار میگیره. امیر حسین فشنگچی، احمد حیاتمنش، تو با برخورد به پای احمد حیاتمنش به بیرون میره. باز هم رضا مرادی رو میبینید. 61مین دقیقه این پیکار، خطا از حمید کاظمی به روی رضا مرادی. احمد حیاتمنش توپشو بلند میزنه به زمین تیم خونه به خونه. خراب شد چاکوتا، در واقع فشنکی روی چاکوتا زاده، اما خب داور ترجیح داد که خطایی رو اعلام نکنه. توپ به بیرون میره به نفع تیم خونه به خونه بابل. امیر حسین فشنگچی پرتاب کننده توپ هست. ایمان باصفا، مهدی کریمیان، فشنگچی به خوبی جلالی فر ارتباط توپ رو قطع میکنه. جوکار، مهدی کریمیان، یه پاس تند و تیز برای ابراهیم صالحی، فرصت برای فجیها. خود ابراهیم با رامتین بر مسافه توپ درگیر هست که میچرخه و ضربه شو میزنه که توپش به بیرون میره. سری بازی رو شروع میکنند. نساجی دو گل به فولاد یزد زده در پایان نیمه اول. بلگار هم 3-2 از آلومینیوم پیش هست، مثل کرمان و راهن هم 1-1 هستند. سایر مسابقات رو هم من خدمت شما عرض خواهم کرد. به بیرون نرفت. خیبر خرم‌آباد دو گل به استقلال اهواز زده.
ایران جوان هم 2-1 فعلا از سپیدرود پیش هست. بارک الله به ایران جوان. آقا محمود خرمزی استفاده داد از ایران جوان و آقای سعید مفتخر دوباره هدایت تیم ایران جوان رو مثل فصل قبل بر عهده گرفت. ایران جوان هم انصافا از اون تیم هایی است که مثل فج امکانات بسیار کمی داره و منطقه بسیار مستعدی است استان بوشهر. فج هم بازیکن بوشهری داره در ترکیب خودش مثل کریمیان، چاکوتازاده و ابراهیم صالحی. کار سخته برای تیم فجر مگر اینکه به هر حال یه انقلابی ایجاد بشه در عرصه مدیریت و بتونن فجرها روند روبروش خودشون رو شروع کنند. به هر حال تیم‌ها آماده و مهیا هستند. شاید خیلی از تیم‌ها شرایط مالیشون خوب نیست، منهای تیم‌های خونه به خونه و اوکسین و یکی دو تا تیم دیگه مثل مس و مثل رفسنجان، اما سایر تیم‌ها شرایطشون یکسان است از لحاظ مالی. نساجی که تا آستانه تعطیلی هم پیش رفته بود، تیم آقای فکری خوبم بازی کرده این فصل، از تیم‌های ریشه دار پرطرفدار و دوست داشتنی فوتبال کشورمون. رولا باقری تا لحظات دیگه برای تیم خونه به خونه به بازی خواهد اومد. جلال رافخواهی، سه جلال عقبتر بازی میکنه در سیستم 4-2-3-1 تیم خونه به خونه. سعی میکنن با تعداد پاسهای زیاد به دروازه تیم فجر نزدیک بشند. خیری، رضا مرادی، خطا کاملا مشخص بود. رضا مرادی، خطای امیر حسین فشنگچی و تعویضی که باید انجام بشه. مهدی خیری زمین بازی رو باید ترک کنه و به جاش روح الله باقری به زمین بازی بیاد. پارسال خونه به خونه در بازی خانگی، زمین که سنی هسته خطا رو میبینید، خوب بازی میکرد و اکثر تیم‌ها رو در نیمه دوم با شکست مواجه میکرد. فقط به فجر باختن پارسال، یه شکست خانگی که به حال نتایج بسیار خوبی رو گرفتن و شاید تعویض اکبر میساقیان و تغییر در کادر فنی دلایل عدم صعود تیم خونه به خونه بود. صالحی ضربه سر رو به خوبی میزنه. مهدی کریمیان به دنبال توپ حرکت میکنه. ابراهیم صالحی، خود کریمیان و خطا از مهدی کریمیان. این مهدی چاکوتازاده هست. میکائیل ایمنتوراج بازی رو از مقابل دروازه شروع میکنه. ضربه سر روح الله باقری روی پیکارهای هوایی موفق هستن، خطا نگرفت داور، اما خب به هر حال تو به بیرون رفت. 67 دقیقه این دیدار، بازی با حساب 0-0 مساوی در جریان هست. اگه بتونیم این صحنه آسته قبلی رو ببینیم ممنون میشم از همکاران عزیزم. خطا به نظر میرسید. این بار خطا از احمد حیاتمنش اعلام میشه. بله ممنونم از همکارانم. این توپی بود که ایمان باصفا یه لحظه زد، از پشت اومد و دیگه حالا قضاوت باشه با کارشناسان داوری. من فکر میکنم که میتونست تصمیم داور چیز دیگه ای باشه. این سمت در یه حرکت به سمت چپ که آفساید به درستی اعلام شد، دید خوب کمک داور روی این تصمیم کاملا مشخص بود.
احمد حیاتمنه شروع کننده بازی باید باشه. تعویض تیم خونه به خونه هم هجومی بود. خطای مهدی کریمیان. فکر کنم تغییر سیستم داد. 4-4-2 الان دارن بازی میکنند. این آقای مرزبان از روی سکه ها منتقل کرد به میثم رضاپور. علیزاده، صادقی، حنیف و صاحب توپ میکنه. جلال رافخواهی در اون بازی ملوان و فجر در همین ورزشگاه که فجر 2-1 بردن تک گل تیم ملوان و سه جلال رافخواهی زد. برای فجر هم جابر انصاری و مجتبی ترشیز از روی نقطه پنالتی گل زدن. خطا در واقع پرچم کمک‌دار به علامت آفساید بالا میره. حالا صادق صادقی یکی از بازیکن‌های خوب تیم فجر هم به زمین مسابقه میخواد بیاد. سلیمی، ضربه سر حنیف عمرانزاده. میانه میدان در اختیار قرمز پوشان خونه به خونه بابل هست. گام‌های بلند امید نظامی پور و خطای واضح به روی ابراهیم صالحی. تعویض باید انجام بشه. مهدی کریمیان زمین بازی رو باید ترک کنه و به جاش صادق صادقی به بازی بیاد. این چهره صادق صادقی بازیکنی که اهل ایزه استان خوزستان هست، رونده و تکنیکی است. یه گل هم در این فصل برای تیم فجر در بازی با راهن به ثمر رسوند. آخرین گل تیم فجر در بازی خانگی رو همین مهدی کریمیان زد و گل بعدیش هم صادق صادقی به ثمر رسوند. و بازوبند به حمید جوکار میرسه، کاپیتان دوم تیم فجر. داشت بازوبند رو میبست که توپ به سمتش اومد. هنوزم بازوبند در دستان حمید هست. ایمان باصفا، صادق صادقی، میبینید که توپ ازش میگیرند. سلیمی ضربه سر رو میزنه. روح الله باقری، باسم سلیمی خوب عمل میکنه در این مسابقه. تا به دیجای کار خوب بازی کردن مدافعین تیم فجر. پاس به آن فرصت در فجری ها، ابراهیم صالحی تک به تک. حالا فرصت، پنالتی گرفت، ده تو گل شد، اما داور پنالتی گرفته. آقای داور میتونست یکم هم صبر کنی، خطایی که نبود، تو گل بود. انصافا من فکر کنم پنالتی نبود، اما خب به هر حال تصمیم داور اعلام پنالتی بوده. تو گل شد اما داور پنالتی گرفت. اگه پنالتی گل نشه معلوم نیست که باید تصمیم آقای مهدوی رو چه کسی پاسخگو باشه. تصویر آهسته بهتر نشون میده. انصافا من فکر نمی کنم خطایی کرد. حالا تو وارد دروازه شد، داور چرا خطا گرفت حالا من نمیدونم. میبینیم از این زاویه خطا انصافا اصلا نبود. حالا اینو من خیلی دارم خودمحورانه صحبت میکنم، عذرخواهی هم میکنم از شما عزیزان بیننده، اما تصویر گویای همه چیز هست. کارت هم به ایمن توراج داد. دعوا شده بین بازیکن تیم فجر، ببینیم کدام بازیکن ضربه پنالتی رو میزنه. در واقع ایمان باصفاست که پشت این ضربه قرار گرفته. ببینیم آیا اولین گل فجری ها در این مسابقه، در واقع در مسابقه ای که حساس هست، به ثمر میرسه یا اینکه خیر دل تو دل هواداران تیم فجر نیست. دل تو دل هواداران و تماشاگران و همه و همه نیست. ایمان باصفا پشت توپ هست. آیا پنالتی فصل قبل خودش رو میتونه بزنه و دروازه خونه به خونه رو باز کنه؟ آیا نتیجه پارسال تکرار میشه یا اینکه خیر
منتظر هستیم تصمیم بحث برانگیزی که آقای مهدوی گرفت. پشت توپ ایمان باصفا، گلر خیلی خوبیه ایمن توراج. ایمان باصفا حالا حرکت میکنه، ضربه‌شو میزنه توی دروازه، گل برای تیم فجر سپاسی. ایمان باصفا دروازه رو باز میکنه، خوره به خونه. یا انصافا نباید معترض باشن چرا که توپ گل شده بود. حساب کار 1-0 میشه. این اولین باریه که فجری ها در این فصل گل اول مسابقه را به ثمر میرسونن. ایمان باصفا درست برخلاف جهت حرکت میکایل منتوراج دروازه رو باز میکنه. با هم میبینیم دقیقه 75، 1-0 به نفع تیم فجر سپاسی. آیا اولین برد تیم فجر به دست میاد؟ کار خیلی سخته. تیم خونه به خونه تیمیه که در لحظات پایانی بسیار خوب بازی میکنه. در این بازی هم بازی بسیار خوبی رو از قرمز پوشان تیم خونه به خونه شاهد بودیم. آقا غلام اشاره میکنه که بازی رو کنترل کنن. تعویض صادق صادقی کاملا کارساز بود، هرچند که مهدی کریمیان هم خوب بازی کرد. مشاهده کردید حرکات ابراهیم صالحی رو، همونطور که من هم عرض کردم ویرانگر هست. در معدود توپایی که بهش رسید کارو مشکل کرد برای تیم خونه به خونه. حنیف عمرانزاده بازم جا داره من یه پوزش بطلبم از شما عزیزان بیننده. در بعضی از مقاطع مسابقه خب اون قضاوت‌های شخصی رو نباید لحاظ کنیم، سعی می‌کنم که کمتر نظرات شخصی خودم رو دخیل کنم. به هر حال اون صحناتی که واقعا واضح بود رو من خدمت شما عرض کردم. آقا مرداد میناوند رو مشاهده می‌فرمایید، خیلی برافروخته بود، خیلی برافروخته بود مرداد میناوند. چپ پای خوشنقش فوتبال ما سید جلال رافقایی رو ملاحظه می‌فرمایید. نفتم یه گل به تیم اوکسین زده. فعلا روز صد جدولی ها نیست. ایران جوان، باریکلا ایران جوان، چه کار بزرگی کرده. 3-1 فعلا تیم سپیدرود رو برده. اینه به هر حال مسافه تیم های با انگیزه. محمود خرمزی هم انصافا در ایران جوان خوب کار کرد، اما خب شرایط به گونه ای رقم خورد که آقای خرمزی ترجیح داد استعفا بده. صالح خلیل آزاد، شاکوت آزاده، رامتین توپ رو به ایمن توراج پاس میده. ضربه بلند ایمن توراج. حالا در لحظات پایانی باید منتظر سانتهای پیاپی تیم خونه به خونه باشیم. ابراهیم اون سمت احساس ناراحتی میکنه، باید به بیرون بزنن فضیها توپ رو. خطا کاملا مشخص بود. بازیکنی که داره احیا میشه رفته رفته ابراهیم صالحی. تعویض دیگری در ترکیب تیم خونه به خونه به انجام خواهد رسید. دو تعویض همزمان، فکر کنم سید حسین کریمی است بازیکن شیرازی تیم فجر و هادی خیری، یکیشون به جای امید نظامی پور بیاد که هادی خیری باشه. خیلی هم شبیه برادرش مهدی هست استیلش. و سید حسین کریمی که قبل از بازی به من میگفت علاقه زیادی به تیم فجر دارم، باید در برابر تیم سابق خودش بازی کنه. سید حسین پارسال در تیم پیکان بازی خوبی رو انجام میداد، در راهن هم خوش درخشید. این فصل هم در خونه به خونه خوب بازی کرده. سلیمی یه توپ ربایی خوب از ایمان سلیمی. تا حالا خوب بازی کردن مدافعین تیم فجر. صادق صادقی میانه میدان، پیکارهای نفر به نفر. ایمان باصفا عالی کار میکنه. ایمان فرصت برای فجیها، خود ایمان باصفا یکی دیگر از مقابل برمیداره. فرصت برای فجیها، حمید جوکار میره به گوشه زمین. باصفا، مهدی چاکوت آزاده، حفظ توپ میکنن فجیها. صادق صادقی رونده و تکنیکی. صادق ملاحظه میکنید توپ لو میره. روح الله باقری فوروارد خوشنقش تیم خونه به خونه، پا به توپ و دونده پیش میاد لب خط. سید جلال رافقایی توپ و سید جلال راحت لو میده. روز سید جلال نبوده، بازیکنی که در ملوان عالی بازی میکرد. یکم روی این توپ دقت نکرد رضا مرادی، وگرنه ابراهیم صالحی فضای مناسبی برای حرکت داشت.
یا سانت بلند، کسی نیست از بازیکنان تیم خونه به خونه و توپ به بیرون میره به نفع تیم فجر سپاسی. حسین کریمی ببینیم به جای کدام بازیکن، یا شما 69 محمد علیزاده به زمین میره. سید حسین کریمی محصول باشگاه فجر سپاسی است، مثل خیلی از بازیکنان دیگه، مثل فرشید اسماعیلی، مثل سروش رفیعی که خیلی هم میگن محصول آکادمی فولاد. نه، سروش در رده‌های پایه در تیم فجر سپاسی بوده، مثل همین حمید جوکار و سایر بازیکنان. پرتاب به نفع تیم فجر سپاسی است، 1-0 به نفع فجر با گلی که ایمان باصفا به ثمر رسوند. دقیقه 80 این پیکار، یه حرکت از یاران تیم خونه به خونه، فرصت برای این تیم و صالح که توپو میگیره. توی غافلگیری نزدیک بود سید حسین کریمی دروازه تیم سابق خودش رو باز کنه. فوتبالیست بسیار خوبیه حسین کریمی. دو بازیکن تیم فجر هم احساس ناراحتی میکنند. با هم ملاحظه میکنیم توپ ننشست روی پاش، وگرنه دروازه باز شده بود. صالح هم با تلاش فراوان توپ از مقابل پای رولا باقری گرفت. حمید جوکار رو ملاحظه میکنید. پژمان نوری بازی جوان مردانه رو رعایت میکنه. ده دقیقه حساس و انتهایی این پیکار، آیا فجیاب اولین برد خودشون میرسند؟ شاید یه برد بتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه. صادق صادقی پا به توپ، تکنیکی جنگنده، حالا یه تک به تک، فرصت برای ابراهیم صالحی، موقعیت برای فجیها، ابراهیم صالحی ضربش از همونجا میزنه که این بار خوب نزد ابراهیم صالحی. اگه بازی 2-0 میشد شاید کار سخت میشد برای خونه به خونه. حسین کریمی پاس در عمق، آفساید کاملا مشخص بود از روح الله باقری. کمک دوم انصافا تمرکز خوبی رو داشته، ما که از زاویه‌ای که قرار داریم آفسایدها رو به خوبی می‌بینیم. این حمید کاظمی هست که برمیگرده، البته او بود که در آفساید قرار گرفت نه روح الله باقری. تماشاگرانی که بعد از مدت‌ها ناکامی فعلا تا این لحظه تیمشون پیروز شده، مردم شریف شیراز. چاکوتازاده میانه میدان، ایمان باصفا، عالی کار کرده ایمان. ابراهیم صالحی توپو میفرسته برای چاکوتازاده که حنیف اونجا یتیکه توپو به میان تماشاگران میفرسته. ابراهیم صالحی، خیری، حتی کریمی بود که اونجا توپو گرفت. همین چهره کریمی پا به توپ پیش میاد. یه تعویضم در ترکیب تیم فجر باید به انجام برسه. میانه میدان یه ضربه سر، اوه حمید جوکار چیکار کرد؟ یه لحظه خود حمید میاد با تلاش فراوان به توپ میرسه. میلاد فیاضبخش باید به بازی بیاد. به جای کدام بازیکن؟ بازیکن شماره 15 جلالی فر که خوبم بازی کرد در این مسابقه. مجید جلالی فر به جای، در واقع به جاش میلاد فیاضبخش به زمین میاد. ابراهیم صالحی
خود ابراهیم صالحی حالا وارد محوطه جریمه میشه. ابراهیم صادق صادقی پشت محوطه جریمه که به خوبی پژمان نوری اومد و با تجربه خوب خودش توپو گرفت، سریع هم توپو میفرستن به پشت مدافعین که صالح خلیل آزاد با پوشش مناسب و این واکنش جالب توپو در اختیار میگیره. به هر حال خیلی مردم شیراز سختی کشیدن، خیلی هواداران فج سختی کشیدن، هنوز فجیا بردی رو به دست نیاوردند، هنوز هم معلوم نیست، لحظاتی مونده به انتها، اما گناه دارن واقعا هواداران تیم فج. قبل از بازی خیلی هاشون به من میگفتن که ما حتی جدول رقابت لیگ یک رو هم رومون نمیشه که نگاه کنیم. آقا غلام پیروانی در سخت‌ترین روزهای مربیگری خودش در تیم فجر سپاسی، شاید هیچ وقت اینقدر تیمش تحت فشار نبوده. خطا به نفع تیم خونه به خونه و کارت زردی که داور نشون میده. امیدوارم که مشکلی نداشته باشه سید احمد حیاتمنش، خوشبختانه مشکلش جدی نیست. یه لحظه آقای صبوری فریاد زیادی رو زد که بیان با هم میبینیم، بعد جورم برخورد کرد، البته برخورد کاملا ناخواسته بود. امیدواریم که مشکلی نداشته باشه سید احمد حیاتمنش، بازیکن تیم خونه به خونه هم که رولا باقری است، خوشبختانه به نظر نمیرسه که مشکلی داشته باشه. به هر حال فوتبال میگذره اما روح جوانمردی درش همیشه باقی خواهد ماند. این خطایی بود که به درستی اعلام شد اما برخورد ناخواسته ای داشت باقری با سید احمد حیاتمنش. 85 دقیقه 1-0 به نفع تیم فجر سپاسی است. درست مثل بازی برگشت پارسال ایمان باصفا این بار از دوباره باز هم از روی نقطه پنالتی، البته نه در لحظات پایانی بلکه در دقیقه 75 برای تیم فجر سپاسی گل زد. حتی قبلش تو گل شده بود. حالا داور مسابقه آقای مهدوی شانس آورد که اون تصمیمش زیاد در جریان مسابقه تأثیر نداشت. با هم میبینیم ایمان باصفا برخلاف جهت حرکت دروازه‌بان خوب تیم خونه به خونه میکائیل ایمنتوراج دروازه رو باز کرد. حسین کریمی پشت توپ هست. کماکان منتظر هستیم تا بازیکن‌های مصدوم دو تیم از روی زمین بلند بشن، بعد جورم به هم برخورد کردند. بازی لحظاتی هست که متوقف هست. برخورد شدیدی بود، ملاحظه میکنید هر دو بازیکن احساس ناراحتی میکنند. استان مازندران از قدیم الایام مهد کشتی بوده، قطب کشتی دنیاست استان مازندران، شهر جویبار در المپیک ریو هم، حالا ما استفاده کنیم از فرصت، بازی متوقف هست. در المپیک ریو هم دیدید که پهلمان ما حسن یزدانی چیکار کرد، انور گدیوف در دیدار فینال چجوری برد، داور و فیلار و همه رو با هم برد. حسن یزدانی پهلوان جویباری ما، کومیل هم که عالی کار کرد و در دیدار فینال المپیک مغلوب قول ترکا تا گل شد. حتی بنده اتحادیه کشتی هم برای هدیه هست که بتونم اظهار نظر کنم. فعلا بازی متوقف هست و منتظر هستیم که بازی پیگیری بشه. یه کارت زرد به سید احمد حیاتمنش نشان داده میشه که از ناحیه سر هم احساس ناراحتی میکنه. بینی آقای باقری، رولا باقری هم دچار آسیب دیدگی شده. خدا رو شکر که دو بازیکن مشکلی ندارند. سلامت بازیکن از هر چیزی مهمتر هست. به هر شکل پس از لحظاتی وقفه بازی باید پیگیری بشه. سید احمد بیرون میاد، ما
ممرزا حسینی، سید محمد حسینی، پسر عموی سید ممرزا حسینی زباهن به زمین میاد. یه کارت زرد هم داور به صادق صادقی نشون میده. هرچی بازی در نیمه اول کم کارت بود، نیمه دوم پر کارت شد. وضعیت بنده خدا روح الله باقری رو میبینید. خدا رو شکر که وضعیتش از این بدتر نیست. خانواده محترمش نگران نباشن، روح الله مشکلی نداره. یه ارسال خطرناک به منطقه جریمه، ضربه سر فجیها میزنن. حالا صادق صادقی توی فضای خوب، فرصت برای فجیها، یه چرخش رو انجام میده صادق صادقی. این سم مهدی چاکوتازاده نیست بازیکنی از فجی که بهش توپ و پاس بده. کریمی از خونه به خونه، خطا از مهدی چاکوتازاده. رولا باقری به زمین بازی خواهد اومد. حرکت از خونه به خونه ای ها. پژمان نوری تو پاره دیگه بلند خواهند کرد. یه ضربه سر از کاظمی و توپو در اختیار میگیره صالح خلیل آزاد. فیزیک بدنی بسیار مناسبی داره. 90 دقیقه به اتمام رسیده. ببینیم که چه میزان زمان تلف شده برای نیمه دوم این دیدار منظور میشه. امیدواریم که سید احمد هم مشکلی نداشته باشه. تازه از کمند مصدومیت سید احمد رها شده بود. ابراهیم صالحی پژمان نوری یه پاس به عمق، ایمان سلیمی دفع توپ میکنه، دوباره پژمان نوری. در میانه میدان یاران تیم خونه به خونه صاحب توپ هستن. یه پاس به پشت مدافعین سید جلال رافخواهی، عقبتر برای کریمی. تکنیکی و رونده از کریمی، ارسال خطرناک، یه فرصت برای فجیها در منطقه جریمه. فشنگچی، فرصت برای تیم عز میخوام خونه به خونه. نفج، حالا توپی که دفع میشه سر صورت سید احمد بد جوری خونی شده. درود به شرف و تعصب این بازیکن، درود به غیرت و مردانگی سید احمد حیات منش. حالا اگه دوستان ما تصویرشو بدن ملاحظه میکن. 7 دقیقه، خب دیگه 7 دقیقه هم زمان تلف شده اعلام میشه. مگه همکاران من لطف کنن ببینید با چه وضعیتی سید احمد حیات منش متعصب داره بازی رو دنبال میکنه. 7 دقیقه هم به هر حال زمانی بود که من فکر میکنم یکم زیاد بود، اما خب در صورت تصمیم داور مسابقه هست، زمان زیادی است. بله، این سید احمد حیات منش با این شرایط، با این شرایط با پای خودش داره به سمت آمبولانس میره. درود به غیرت، مردانگی و بیستادگی سید احمد حیات منش. هر نتیجه که در این مسابقه رقم بخوره چیزی از ارزش‌های فجیها کم نمیشه. در حال در برابر یه تیم متمول، پر هزینه، پر امکانات و خوب مثل خونه به خونه با یک کادر فنی خوب فعلا بازی رو یکیچ بردند. صالح خلیل آزاد شروع کننده بازی خواهد بود. برای تیم فجر صالح ضربه‌شو بلند میزنه به گوشه زمین برای چاکوتازاده. لب خط مهدی چاکوتازاده صاحب توپ، پس خود مهدی چاکوتازاده، خطایی در کار نیست. امیر حسین فشنگچی و توپو میگیره. یه بگومگو هم میکنه با میلاد فریازبخش. بازی سریع پیگیری میشه. فجیا سریع برمیگردند. یاران تیم خونه به خونه هم از هر جایی که میرسن توپا رو بلند میکنند. با صفا تکنیکی و زیبا توپ رو میروای از جلوی پای بازیکن. یه پاس بلند برای ابراهیم صالحی. ملاحظه کنید چه سرعتی داره این پسر. حالا در منطقه جریمه ابراهیم صالحی میفرسته به بیرون صادق صادقی و توی دروازه، توی دروازه. صادق صادقی، تعویض طلایی غلام پیروانی. صدای بنده هم گرفته. یه روز رویایی برای فجیها، یه روز رمانتیک برای فجیهایی که خیلی خیلی سختی کشیدن و
صادق صادقی که میاد و در آغوش غلام پیروانی قرار میگیره. خیلی از بازیکنان تیم فجر دارن اشک میریزن. عسکرم خیلی تحت فشار بودن. باریکلا ابراهیم صالح چه پاسی داد، چه تک ضربه نرم فنی، و فجر گل دوم رو هم به ثمر میرسونند. با هم میبینیم صحنه آسر رو. ضربه زیبای صادق صادقی گل دوم خودش رو به ثمر میرسونه و ورزشگاه رو منفجر میکنه. واقعا ابراهیم صالحی مرد و مردونه جنگید. حالا تو بلند فرستاده میشه به منطقه جریمه. چاکوتازاده عالی کار میکنه، مهدی چاکوتازاده. میتونن فجیه ها تا گلای دیگر هم به ثمر برسونن. ابراهیم فعلا نمیتونه بازی کنه. فجیه ها 10 نفره هستند. صادق صادقی عالی کار کرد. صادق با ورود خودش به زمین روند بازی رو کلا عوض کرد. ابراهیم اون گوشه زمین به دنبال اومدن به بازی هست. داور اجازه این کارو بهش نمیده. خونه به خونه ای ها که در این لحظات خوب کار نمیکنن، توپو به بیرون میزنند. روز خوبی رو سپری نکردن بازیکنان تیم خونه به خونه. با هم میبینیم حداقل 4 متر عقب‌تر بود. همون نکته‌ای که من عرض کردم، سرعت بی‌نظیر ابراهیم صالحی. به قول عادل خان چه میکنه ابراهیم و چه پاسی داد. و این تک ضربه نرم کاری از دستان دروازه‌بان تیم خونه به خونه هم ساخته نبود. امیر حسین فشنگچی توپو بلند میکنه. ضربه سر حنیف، روح‌الله باقری در منطقه جریمه در لحظات پایانی مسابقه. و واکنش عالی صالح خلیل آزاد. چه بازی زیبایی شد در ثانیه های پایانی این مسابقه. 2 دقیقه به انتها باقی مونده. با هم میبینیم روح‌الله باقری فوروارد گلزن تیم خونه به خونه، ضربه‌اش هم عالی زد انصافاً. سانت بلند توپ روی دروازه و دفع توپ از سوی مدافعین. دوباره برخورد دیگه، فرصت، خطا گرفت داور مسابقه. من فکر میکنم که اعتراض تماشاگران تیم فجر نسبت به این تصمیم کاملا درست بود. روز خوبی رو پشت سر نگذاشت آقای مهدوی. تصویر آهسته رو اگه ببینیم نشون میده که واقعا تصمیم داور میتونه چیز دیگه ای باشه. صالح خلیل آزاد توپو در اختیار میگیره. دوباره ابراهیم صالحی احساس ناراحتی میکنه. بهترین بازیکن میدان ابراهیم صالحی توپ رو به بیرون میزنن، یا اینکه خیر پژمان به دنبال توپ حرکت میکنه. توپ به بیرون نرفته. مهدی کریمیان به نظر میرسه که خونه به خونه شکست رو پذیرفته. صالح خلیل آزاد توپو در اختیار میگیره. داور نگاهی به ساعت خودش میاندازه. این چهره آقای مهدوی تو بعضی از لحظات تصمیماتش بحث برانگیز بود. صادق صادقی، حفظ توپ از صادق صادقی، پرتاب توپ برای فجیها. عالی کار کرد صادق صادقی با ورود خودش به زمین مسابقه. روح الله باقری، صادق صادقی، حفظ توپش این بار بی‌ثمر هست. توپ بلند فرستاده میشه به پشت مدافعین و در نهایت صالح خلیل آزاد که اجازه نمیده توپ به کورنر بره. فکر کنم 7 دقیقه هم به انتها رسیده. من که زمانی هم ندارم. داور به ساعت خودش نگاهی میاندازه. سوت پایان بازی و برتری 2-0 تیم فجر سپاسی در یه مسابقه حساس. تبریک میگیم به هواداران تیم فجر. تبریک میگیم به تمام شیرازی های با غیرت که خیلی سختی کشیدن، اما در نهایت فجرها تونستن توی یه مسابقه حساس یه پیروزی ارزشمند رو به دست بیارن. آرزو میکنه که فجر در ادامه رقابت ها موفق باشه. از مسئولین استانی هم خواهش میکنیم با تمام وجود و خالصانه که بیان و به کمک این تیم بشه تا بند.
تا دیداری دیگر و مسابقه دیگر و گزارشی دیگر، همه شما علاقمندان به ورزش و به خدای بزرگ و منان میسپارم. ضمن اینکه همکاران عزیز من لطف میکنن و تصاویر آسته رو نشون میدن، شاد و پیروز و سربلند باشید. به نام خدا، فاطمه کوچکی از استان فارس.